درود به رفقای عزیزم. گفتم حالا که توی بخش کلاسیک آموزش آهنگ ملودی آهنگ زیبای گل سنگم رو یاد دادم، بهتره که بیام بهتون ریتم آکوردش هم توی همون گام یاد بدم که بچه‌هایی که دارن ریتم آکورد هم کار میکنن بتونن که خودشون بک این ترک خودشون اگه دوست داشتن درست کنن، یا اینکه اگه یه دوستی دارین که ایشون هم گیتاریست هست تو بخش ریتم آکورد میتونه کمکتون کنه، اون ریتم آکورد بزنه و شما شروع کنین ملودی زدن یا بالعکس. خلاصه که گفتم ریتم آکوردش هم یاد بگیرین بد نیست. ریتمش رو بچه‌ها من توی همین پلیلیست آموزش گیتار آواز 2021 یاد دادم توی ترم دوم ریتم 2/4، ولی الان دوباره براتون توضیح میدم چون خیلی ساده است. یه دونه پی به سمت پایین روی 3 تا سیم بالا یا 4 تا سیم بالا ترجیحاً، یه آی به سمت بالا، سپس یه دونه آپاگادو که بلدیم ولی دوباره توضیح میدم، همین آی بچه‌ها میاد پایین، کف دست میخوره رو گیتار، بیشتر دست به سمت پایین زاویه‌اش، به خاطر اینکه اگه پایین نباشه نگاه کن این سیمای پایینی صداشون در میاد صدا خوبی نمیده، ولی اگه به سمت پایین باشه نگاه قشنگ گرفته میشه صداش، و سپس دوباره آی به سمت بالا. پس بنابراین پایین بالا، پایین بالا، پی پایین، آی بالا، آی پایین، آپاگادو، آی بالا دوباره، بعد به صورت بدون مکس نگاه کنید، یک و دو و یک و دو و. اگه این ریتم بلد نیستین باید مدت ها مثلا یک هفته دو هفته این ریتم رو تمرین کنید، بعدا بیاین سراغ زدن و خوندن، چون حسابی واسه تون سخت تر میشه. پس و دو و یک و دو و با سرعت اینجوری همون تمپوی 80 ریتم رو میزنیم 2/4 تمپو مترونوممونو، بعد هم میکنیم مثلا 80 85 80، ولی خوبه چون من رو 80 بهتون ملودی رو یاد دادم. یک و دو و یک و دو و آکوردهایی که استفاده میشه 4 تا آکورد بسیار ساده، یه دونه سی ماژوره، فقط این یه دونه سخته، بی همین یه دونه فقط سخته، همین انگشت اول باره دوم میگیره، این ستام که میان باره چهارم سیم 4-3-2 رو میگیرن، این یه دونه یه ذره سخته ولی بقیهش دیگه ساده است. می مینور، یا آکورد دیگه هم داریم دو ماژور و یا آکورد دیگه هم توش داریم لا مینور. میدونین دیگه من متن رو براتون آکورداش میذارم، اما یه اجرای کوچولو هم توی قسمت بعدی میکنم که ببینید به چه شکله. در ابتدا خدمتتون عرض کنم که بچه‌ها این گام گام صدای من نیست، یعنی ممکنه که مثل اون آهنگ عریض و تریسچی خیلی ها بگن که آه خوب نخوندی فلا، چون من باید گام صدای خودم، گام طلایی صدام بخونم، اما چون این آهنگ رو میخوام اورجینال با هایده بخونم، زنده یاد هایده عزیز بخونم، خاطر همین خب اصلا صدای من جفت این آهنگ نمیشه اینجا تو این گام، باید گام ببرم تو جایی که من بهتر میخونم، اون وقت اونجا میتونم یه اجرای معقول داشته باشم که بچه هایی که از صدای من حداقل تا الان خوششون اومده اون آهنگو دوست داشته باشن. پس بنابراین اگه خیلی وکال مورد علاقتون نبود، وکال منظورم صدای خواننده است، سخت نگیرین. اینجا گام صدای هایده است دیگه، فکر کنم تو گام صدای هایده میخونه. خب در مورد بی سی ماژور شروعمون هم یه چیزی بگم خدمتتون بچا، این آکورد من یه مدل دیگه هم میگیرمش که حوالش 20 سال پیش از دست یکی از نوازنده‌های جیپسی کینگ برداشتم. چه جوریه؟ انگشت اولو که مثلا میگیریم فرت دوم که میخوایم سی ماژور رو بگیریم، با انگشت کوچولو همین 4 تا رو میگیرم، یعنی میگم 4-3-2 رو با انگشت کوچیکه میگیرم، فقط انگشت یکتون، یعنی ببخشید سیم یکتون باید درست صدا بده چون سیم یک اصابتی نداره، فقط همون ستایی که بعد بگیریم همینه. خب این از این. بعد یه نکته دیگه که تو پست توی قسمت قبلی جامون، اینکه من یادم رفت اسم می ماژور 7 هم بگم، ای یه دونه 7 بغلش میشه می ماژور 7، این شکلیه، انگشت دوم فرت دوم سیم 5 رو میگیره، انگشت یکم میاد فرت اول سیم 3 رو میگیره، دو جا استفاده میشه، تو دو تا مصرع استفاده میشه که حالا توی متن براتون میذارم که ببینید. بعد بچا این آکوردا سلیقه‌ای ها، مثلا من سلیقه‌م این آکوردا بود، اینجوری نیست که قطعا با این آکوردا بعد اینو آهنگو زد، کلا آکوردایی که براتون میذارم اکثر 99% که دقیقاً ولی بازم سلیقه منن، یعنی مثلا ممکنه برید توی سایت یه سری آکوردای دیگر رو ببینید، شاید اون آکوردا غلط باشه، شاید هم به سلیقه اون کسی باشه که مثلا اون آکوردا رو درآورده. حالا میگین مگه میشه؟ آره میشه، قسمت آهنگسازی رو نگاه کنید، یه سری آکورد همسایه ما داریم که میشه مثلا ماژور مینور رو با هم جابجا کرد. حالا بریم سراغش. اول سی ماژور رو میگیرم، سر ضرب میام تو. بچه‌ها منظورم اینه قطع کنم، اون یکی اینکه یوتیوب کپی رایت نزنه، دوم اینکه براتون توضیح بدم. سر ضرب میاد تو، میگه گل سنگم گل سنگم چی بگم از دل تنگم، مثل آفتاب
اگه بر من نتابی سردم و بیرنگم. دوباره سر ضربه، من دیگه تکرار رو نمیخونم، دیگه دوبار تکرار میشه. سر ضرب. همه آهم همه دردم، مثل طوفان پر گردم. همه آهم همه دردم، مثل طوفان پر گردم. باد مستم که تو صحرا میپیچم دور تو میگردم. مثل بارون اگه نباری، خبر از حال من نداری. بی تو پر پر میشم دو روزه، دل تنگت برام میسوزه. گل سنگم گل سنگم، چی بگم از دل تنگم. گل سنگم گل سنگم. بچه ها دیدین این گل سنگم مثلا تیکه که تکرار میشه رو هم میتونین با ریتم شروع کنین دوباره. گل سنگم، هم میتونین یه دست بکشین رو گیتار. گل سنگم گل سنگم. این چقدر با نمک بود. اینم اجراش بچه ها، به همین صورت میتونین اجرا کنید. گفتم میتونین مثلا دو گیتاره اجرا کنید، حتی یه بار هم ملودی رو هم خوندن رو همزمان انجام بدین. خیلی کارا میشه کرد با این آهنگ، با این طرزی که بهتون آموزش دادم. فقط یادتون نره که ویدئوی مکمل این ویدیو، یعنی این ویدئو مکمل ویدئوی جلسه 19 گیتار کلاسیک و نوتخوانیه. و اونجا دارم گیتار کلاسیک یاد میدم، اینجا دارم گیتار پاپ یاد میدم. یه ذره کلاسیکو چون دیرتر از پاپ شروع کردم، به خاطر همین مثلا جلسه مثلا این بین تو ترم پنجم یا ششم فکر میکنم هستیم افتاده این آهنگ. ولی در اصل این بعد توی ترم دوم مثلا من باید کلاسیک، دقیقا الان ترم دومم، اینم ترم دوم این آهنگ، بعد مثلا اونجا میبودیم ویدیو. ولی خب دیگه اینجا شد دیگه. بچه‌هایی که گیتار پاپ دارن کار میکنن ترم دوم راحت میتونن الان اینو بزنن و بخونن. ولی برای بچه‌هایی که مثلا تازه شروع کردن، یا برای بچه‌ای که تازه شروع کردن که زوده، این کارو نکنید لطفا. اما برای بچه‌هایی که خیلی حرفه‌ای هم که نیست، صاحب خوردن دیگه. دمتون گرم، موفق باشید. Thank you.